باشید خدمت تمام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سیاوش سینا هستم، در زمینه آموزش اوج در خدمت شما هستم با شماره تماس 0921-241-44-30 0936-449-1296 0919-88-90-183. خب عزیزان، این نکته رو من اول بگم خدمت دوستان. این صد شماره ای که گفتم دوستان فقط با خط رایتل هم توی شبکه، تمام شبکه های مجازی هستم و خدمت دوستان بگم که اگه این موقع تماس گرفتن به خط رایتل هم یا فرض مثال نگرفت یا در دسترس نبود، به اون دوتا خط هم میتونن تماس بگیرن و از شبکه های مجازی هم فقط میتونن به همون خط رایتل هم پیام بدن، حالا چه باستاب باشه چه شبکه های دیگه ای باشه. و این که سه تا خط هم در دسترس شما هستش، میتونید با هم در تماس باشید با این سه تا شماره. دوستان، شش تا نکته اولی نکته، عزیزانی که مایلن پکیج ویدیوی آموزش شما تهیه کنن میتونن با شما هم در تماس باشن. نکته دوم، دوستانی که میخوان در مراحل ریسازی شرکت کنن و پکیج کامل ریسازی رو داشته باشن، در خدمتشون هستم. نکته سوم، عزیزانی که حالا نوازندن فقط ایرادگیری دارن، ایرادای مختلف، با این دوستان فقط به صورت ایرادگیری کار میشه، حالا هر نوع ایرادی باشه. نکته چهارم، دوستانی که تازه میخوان این کار رو شروع کنن و راهنمایی میخوان برای خرید ارگ و اینا یا مشاوره بگیرن، میتونم راهنماییشون کنم. نکته پنجم، دوستانی که خواننده اصلا در زمینه آهنگسازی تک ترک به آلبوم در خدمتشون هستم. اما نکته ششمی، عزیزانی اصلا فقط پیگیر آهنگن، آهنگ میخوان و دنبال آهنگن، فقط بتونن آهنگ بزنن، یعنی تایم اینا نداره که بخوان از پایه کار کنن. با این دوستان آهنگی کار میکنم و زیر 20 آهنگ با این عزیزان کار نمیشه. 20 آهنگ تصویری با توضیحات کامل برای این دوستان میذارم و از شبکه های مجازی ارسال میکنم بهشون، البته با این دید نه، با دیدی که مخصوص هنرجو باشه. یه نکته دیگه هم از دوستی دوستانی هستن، تالار میرن، رستوران میرن، برنامه حالا
جشن اجرا میکنن، نیاز به پلی بک های زیبا دارن. هر عزیزی مایل بود بیسکی پلی بک از دهه 50 60 تا 90 با بهترین کیفیت موجود دارم، هر عزیزی خواست در خدمتش هستم. خب دوستان، بنده ورامین هستم، عزیزانی که اطراف ورامین، قدشک، شهرده، مناطق بزرگ تهران، طرف های پیشوا، پاکدشت، شریف آباد، کهریزک، اسلامشهر، ربات‌کریم، تو این مناطق هستن، حضوری در خدمتشون هستن. و عزیزانی که خارج از تهران هستن، لرستان هن، کرمانشاه هن، شیراز هن، اصفهان هن، مشهد هن، شمال هن، کرمان هن، عراق، کاشان، یزد، زاهده، آسیرجان، حالا هر استانی، هر شهرستانی، هر روستایی که توی ایران باشه، خارج از تهران باشه، با این عزیزان هم، حتی عزیزانی که خارج از کشور باشن، تو هر کشور دیگه باشن، با این دوستان به صورت غیر حضوری در یک پکیج کامل کار میکنن. و دوستان اینو بدونن که دوستانی که حالا حضوری میخوان تشریف بیارن، همون پکیج رو میگیرن، و عزیزانی هم که غیر حضوری باشن، ما همون پکیج کار میکنن. فقط فرق حضوری و غیر حضوری اینه که خیلی سری از دوستان وقت دارن، میتونن نرای یک دو هفته، سه هفته، یک بار برای ایرادگیری بیان، اما فقط با همون پکیج کار میکنن. اما عزیزانی که خارج از تهران هستن، غیر حضوری هستن، تمام مشکلاتشونو از شبکه‌های مجازی انجام میدم و گاهی وقتا هم کارهای اجراشون رو میبینم، کارهای زندهشون رو میبینم و توضیحات رو بهشون میدم. خب عزیزان، اینم یه آهنگ زیبایی دیگه بود که تقدیمتون کردم، یه آهنگی خاطر انگیز، کاملا کوچه بازاری بود. و با اینکه قبلا گفتم با اینکه کارا کوچه بازاریه، ولی واقعا آهنگای فوق العاده هم سخت، هم باید پنجه باشه توش. و تا بالاخره در کنار این آهنگ یه ساز زنده باید باشه، یا حالا ویالون یا قانون یا عود یا فلوت، یه سازی باشه که اون خوشگلی آهنگو به آهنگ بده، یعنی زیبایی رو بده. حالا با اول شما هر چقدر بخوای با این پچپن بیایید، با پچپن بگیری و حالا با هر صدای قشنگ هم بزنیم، بازم مثل ساز زنده نمیشه. ساز زنده یه چیز دیگه ای. خب عزیزان، دوستانی که با بنده کار میکنن، چه حضوری چه غیر حضوری، 4 ماه تا 5 ماه در خدمتشون هستم. 5 ماه نهایت کاره و مباحثی که با دوستان کار میکنم، تئوری کامل موسیقی، مباحث کل آکوردشناسی، مباحث کل گامشناسی، پنج قوی کردن، دست راست، دست چپ، گام نوازی، گامشناسی، و اینکه شما تمام گام های غربی رو بشناسید، مراحل آهنگسازی و قوی کردن گوش، چیزی که توش همه مشکل دارن، نمیتونن واقعا بهش برسن. گوش چیزیه که واقعا باید آموزش درست طرف ببینه تا گوش بتونه فوق العاده قوی بشه. و اینکه حالا یه سری عزیزان پیام میدن، تماس میگیرن بابت آموزش ها، دورهایی که دیدن، میگن ما اینجا رفتیم فقط به ما آهنگ میدن، اونجا رفتیم فقط نوت فارسی میدن. عزیزان اینو توجه کنن، نوازندگی فقط به این نیست که شما بخواید 4 تا آهنگ بزنید، نوازندگی باید تمام آهنگای دنیا، هر وقت بخوای هر آهنگی رو بیان پشت بود با یه تمرین کوچیک اون آهنگ رو بزنی در بیاری، حالا تو گام های مختلف، ماژور باشه، مینور باشه، رو به پرده باشه، ولی بیشتر تو کارهای امروزی، کارهای غربی، شبیه کارهای غربی و کارهای رو به پرده خیلی توش کمه، برعکس کارهای دهه 50 و 60 که رو به پرده توش کلا زیاده. و اینکه دوستان، آهنگ زدن فقط نمیشه بگی نوازنده، نوازنده به کسی میگن که واقعا پنجش عالی باشه، تئوریش کامل باشه، گام نوازیش عالی باشه، آهنگسازیش عالی باشه، به حتی ملودی در آوردنش فوق‌العاده باشه، که توی مراسم دیگه کسی نیست که به شما بگه این بزن، اون دکمه بزن، این مثلا این میشه، اون این میشه، آموزش کسی نمیده. توی مجالس کسی میده که دیگه فوق‌العاده باشه، دیگه همه نظر
آماده مراسم باشه و توی مراسم دیگه شما همین آهنگ که من زدم الان با 121 زدم، بله الان میکنم 135، کاملا مجلسی ترش میکنم. توی مراسم اینو میخواد ببینید دیگه، بعد پنج هر چقدر قبلا گفتم دور میره بالاتر، پنجه باید آمادگی یا قوی بودن خودش نشون بده. باشه و توی مجالس دیگه من اینجوری کار، حالا نوازنده دیگه اینجوری نباید کار کنه، زیر صدای خواننده رو فوق العاده باید پر کنه. حالا این بحثایی که من توی آموزش به عزیزان میگم، در کل نوازندگی به این نیست که شما فقط چهار تا آهنگ بزنی بگی من نوازندم، یا بلی دست اینو کپی کنی یا دست این نوازنده رو ببینی دست اون نوازنده رو ببینی، این میشه کپی کاری و شما تا آخر عمرتون همینجوری کپی کار میمونید و نمیتونید یه آهنگ در بیارید. نوازنده به کسی میگه که واقعا آموزش صحیح ببینه که بتونه هر آهنگی رو اوشکد راحت در بیاره، آکورد رو عالی بشناسه، گام ها رو عالی بشناسه، مسلط باشه روی همه چیز. نوازندگی تنها آهنگ زدن نیست، خیلی چیزا توشه. مراحل دیسازی رو باید کار کنه، آهنگسازی کار کنه، انتخاب صداش بی‌نظیر باشه، انتخاب ریتمش بی‌نظیر باشه، به روز باشه و حالا کاری به اوگ ندارم، یکی حالا اوگش مدل پایین رفتی به اوگ نداره، ولی فقط پشتکار طرفت خوب باشه و علاقه طرفت خوب باشه. حالا بنده اون هرجو داشتم 3 ماه عالی شده، 2 ماه و نیمه عالی بوده کارش بسته، اون هرجو داشتم 4 ماه، اون هرجو داشتم 5 ماه و الان اون هرجو دارم مراسم میره باز با من در تماسه، بعد از 5 سال، بعد از 6 سال، بعد از 7 سال با من در تماسه و این کار ادامه داره، همکاری ادامه داره. فقط توی آموزش نیست، من بعد از اتمام آموزشم با همون نجوام هستم، اگه موردی داشته باشن سوالی باشه رفع میشه، چون قطعا یه جایی به مشکل میخورن، توی آهنگایی به مشکل میخورن برای آهنگ در آوردن، شاید توی همه چیز را بیافتن ولی توی آهنگر آوردن شاید یه خورده ضعف داشته باشن و این یه خورده زمان بر باشه واسه شون. و کپی کاری اصلا فایده نداره، چون هنرجو با این کار خودش رو گول میزنه که بخواد از دست این اون نگاه کنه یا با برنامه های امروزی بخواد دور ویدیو رو بیاره پایین، دست نوازنده رو به صورت ملایم ببینه که اون آهنگو بتونه بزنه. این مراحل اشتباهیه. حالا به هر حال عزیز من بابت این بحثا توی ویدیوهای قبلی خیلی صحبت کردم، دوستان میتونن ویدیوهای دیگه همون ببینن و عزیزان سعی کنن دورهای خوبی رو ببینن، آموزش صحیح ببینن، آموزش درست ببینن که بعدها بتونن توی مراسم که رفتن عالی باشن، توی استدیو که رفتن
هر نوتی جلوشون گذاشتن، نوت بین المللی، نوت اصولی، سرکلید رو ببینن، تونالیته رو ببینن، اون نوت رو بزنن توی و برای هر خواننده مطرحی که کار کردن عالی باشه، پنجهشون پنجه باید از هر نظر عالی باشه، هم چپ هم راست. و خدمت دوستان میگم این حالا این مبحث ها توی آموزش من زیادتر به عزیزان توضیح میدم و تمام تجربیات کاری من به عزیزان میگم که بتونن ازش بهره کافی ببرن. خیلی دوستتون دارم. اینم یه آهنگ دیگه بود که توی این ویدیو انتخاب کردم بهتون زدم و البته اینو بگم به صورت کاملا اتود نمونه آموزشی برای عزیزان اجرا میکنم اینا رو و اینم تقدیم به شما. مطمئنم گوش کردید و باش خیلی خاطره دارید. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، روز شب خوش، خدا نگهدار.